در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از افزایش توان دفاع موشکی امارات توسط آمریکا، ادامه اعتراض کامیونداران در کانادا، تحولات صنعت هسته‌ای فرانسه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 23 بهمن شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز 409 میلیون نفر عبور کرد، تعداد فوتی‌ها به 5 میلیون و 825 هزار نفر نزدیک شد و تعداد افراد بهبودی یافته نیز به مرز 330 میلیون نفر رسید. در حالی که شمار مبتلایان کرونا در آمریکا به مرز 80 میلیون نفر نزدیک شده، شناسایی مبتلایان جدید این کشور چند روزی است که روندی کاهشی دارد. آمارها همچنین از روند کاهشی مبتلایان جدید در برزیل حکایت دارد. از سوی دیگر تعداد مبتلایان روزانه روسیه برای نخستین بار از مرز 200 هزار نفر عبور کرد. آلمان هم روز جمعه بیشترین تعداد مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان اما هند توانست موج اومیکرون را به شکل قابل توجهی کنترل کند، اما مقامات بهداشت ژاپن از ثبت بیشترین فوتی‌های روزانه این کشور در 9 ماه اخیر خبر دادند. کره جنوبی و استرالیا نیز روز جمعه از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه خود از آغاز همه‌گیری خبر دادند. افزایش توان دفاع موشکی امارات با کمک آمریکا. جنرال مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ایالات متحده برای تقویت دفاع هوایی و سامانه ضد موشکی امارات متحده عربی به این کشور کمک نظامی خواهد کرد. جنرال مکنزی تاکید کرده آمریکا هر کاری که بتواند انجام می‌دهد تا امارات از خود در برابر حملات انصار الله یمن دفاع کند. وزارت دفاع آمریکا نیز حدود یک هفته پیش از فروش تجهیزات نظامی این کشور به امارات به ارزش 65 میلیون دلار خبر داده بود. امارات طی هفته‌های اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن قرار گرفته بود. دستور بایدن درباره دارایی‌های مسدود شده افغانستان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیمی از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در این کشور را ضبط و آن را به بازماندگان 11 سپتامبر می‌پردازد. این دارایی‌ها معادل 7 میلیارد دلار است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان مسدود شده‌اند. نیمه دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان یعنی معادل 3.5 میلیارد دلار قرار است صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان شود. طالبان تصمیم بایدن برای پرداخت سپرده‌های افغانستان قربانیان 11 سپتامبر را دزدی خوانده است. ادامه اعتراض کامیونداران در کانادا. با ادامه تحسن و اعتراض کامیونداران به مقررات مربوط به واکسیناسیون کرونا، استان اونتاریوی کانادا وضعیت اضطراری اعلام کرد. هم‌اکنون پل مرزی میان آمریکا و کانادا در این استان که 1/4 مبادلات تجاری دو کشور از طریق آن انجام می‌شود، توسط معترضان مسدود شده است. با بدتر شدن شرایط، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از معترضان خواست اقدام غیرقانونی خود را پایان دهند. با این حال، استفاده از نیروهای نظامی برای پایان دادن به تحصن کامیونداران در دستور کار مقامات کانادا قرار ندارد. معترضان خواهان لغو دستور واکسیناسیون اجباری برای رانندگان کامیونی هستند که وارد کانادا می شوند. در فرانسه نیز صدها نیروی پلیس در پاریس و اطراف آن حضور دارند تا مانع ورود کاروانی شامل صدها خودرو به پایتخت فرانسه شوند. افراد حاضر در این کاروان معترضان خواهان لغو استفاده از گذرنامه‌های واکسن هستند. گذرنامه‌هایی که برای دسترسی به بسیاری از فضاهای عمومی فرانسه مورد نیاز است. رنسانس هسته‌ای در فرانسه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از تحول صنعت هسته‌ای این کشور خبر داد و از آن به عنوان رنسانس هسته‌ای فرانسه یاد کرد. طبق گزارش‌ها قرار است 6 راکتور هسته‌ای نسل جدید در فرانسه ساخته شود. همچنین مطالعه برای ساخت 8 راکتور دیگر در دستور کار این کشور قرار دارد. طبق برنامه نخستین راکتورهای جدید فرانسه تا سال 2035 مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. هم‌اکنون بیش از نیمی از برق هسته‌ای اتحادیه اروپا توسط 56 راکتور هسته‌ای فرانسه تولید می‌شود. رشد کم سابقه قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا.
نرخ تورم سالانه در آمریکا به رقم کم سابقه 7.5% رسیده است. آماری که بالاترین نرخ تورم این کشور در 40 سال گذشته محسوب می شود و باعث افزایش کم سابقه قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا شده است. از عوامل افزایش نرخ تورم در آمریکا می توان به افزایش قابل توجه تقاضا و نبود ذخایر کافی به دلیل تأثیر همه‌گیری کرونا بر تجارت جهانی اشاره کرد. با وجود رشد اقتصادی بالای آمریکا در سال گذشته میلادی، تورم در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم برای این کشور است. اتفاقی که در صورت ادامه یافتن میتواند محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را با کاهش بیش از پیش مواجه کند.